بارزه سلام و وقت حسن باشید خدمت شما بیننده های عزیز شبکه تلویزیونی تیبی چراغ و برنامه نسخه سفید. امیدوار هستم روز به خوبی و خوشی سعادتمندی سپری کرده باشین. به می امیدواری برنامه امشب خود آغاز میکنیم. بیننده های عزیز، قسمی که شما شاید هستین، ما در برنامه نسخه سفید همواره موضوعاتی را که در رابطه با صحت و سلامتی شما رول داشته یا اهمیت داشته ما موضوع برنامه خود قرار دادیم و موضوعات بسیار مهم و کلیدی را بحث کردیم. پس امشب ما روی یکی از موضوعات بسیار مهم در برنامه خود بحث میکنیم که موضوع برنامه امشب ما زباله های شهر کابل است و امشب یک برنامه متفاوت است که شاید بسیاری شما به دیدن این برنامه علاقمند باشین و سوالاتی هم در رابطه داشته باشین که باز میشه در جریان برنامه با زنگ زدن به شماره تماس 0730 مشکلاتتان هم بگوین. و در برنامه امشب خود ما با خود دکتر احمد انجینر احمد بهزاد غیاسی با مزرد رئیس تنظیف شهر کابل با خود داریم که پیرامون موضوع برنامه در خدمت ما و شما قرار دارن. انجینر صاحب خوش آمدید. سلامت باشین. عصر شما و عصر بیننده های تلویزیون تون بخیر. سلامت باشین انجینر صاحب. یک موضوعی که انجینر صاحب در رابطه با زباله ها اولین سوالی که پیش ما مطرح شدی بود که ما در کشور خود کدام سیستم معیاری بر جداسازی زباله هایی که میتونه بسیار خطرناک باشه، فرضاً زباله هایی که نوک‌تیز هستن، زباله هایی که از شفاخانه ها و از مراکز صحی دور ریخته میشن و از زباله هایی که عادی از منازل جمع‌آوری میشن، کدام سیستم بر جداسازی از اینا نداریم که این میتونه مشکلات بسیار عمده را در بخش صحت و سلامت کارمندان شهروالی و مردم عام به وجود بیاره. آیا در این رابطه کدام پلان های شهرداری کابل بخصوص ریاست تنظیف شهر کابل روی دست دارن؟ خب یک سوال بسیار مهم را شما اشاره کردین. در کل مدیریت شهر کثافات شهر کابل، ما موضوع بالای شهری را اگر به حساب تفکیک یا جداسازی میکنیم دو بخش داره. یکی که زباله های خود خانه که تولید میشه، این جدا سازی باید شه که روی زباله بعدا صحبت میکنیم، و جدا سازی زباله های به حساب مینیسیپل یا که در خانه ها تولید میشه، ایده با زباله های تیبی یا مدیکل ویست، از این باید تفکیک شه. متاسفانه در شهر کابل فعلا یک وضعیت هست که زباله های تیبی را مدیریتش مسئولیت مدیریت زباله های تیبی مربوط وزارت صحت عامه میشه. برازی شهرولی کابل در لایه وظایف ما مدیریت زباله های کلینیکی یا تیبی نیست. بنابراین وزارت محترم صحت عامه بعض برنامه های روی دست دارن، البته در بعض شفاخانه های دولتی مانند شفاخانه سردار محمد داود خان و یک تعداد شفاخانه های کلانه که در کشور در پایتخت بالخصوص هست، یا ماشین های خرد انسینریشن ماشین دارن که یا همون زباله هایی که تولید میشه بالاخره همه از این میره اوجا و محریق میشن. ولی متاسفانه یک سلسله تخلف های در شهر کابل موجود هست. از این آدم چشم پوشی کردن نمیتونه و بهتر است که آدم موقعیت ها را بگه تا یکی همو کسایی که همچه تخلف ها را میکنن حداقل امو اهمیت موضوع را بفهمن و امو عواقب جانبی که داره و مشکلات را که به شهروندا و حساب به وجود میاره ای را باید بفهمن. مثلا کلینیک های شخصی در شهر کابل ما داریم، یک تعداد زیاد از یا فعلا امو زباله های تولیدی روزمره خود یا میارن به داخل کثافت دانی های شهرولی ایده تخلیه میکنن که ایده رقیقت یک کار کاملا غیر مسلکی امو کار هست که اصلا امو مطابق به اصول نیست و ما از طریق وزارت صحت عامه چندین بار امو مکاتب رد بدل شد و روی ازی خیلی ها بحث هم شده تا اینکه ما یک سیستم را بتانیم برای ازی ایجاد بکنیم. وزارت صحت عامه یکی از شرکت هایی را به فکر کنم قراردادی داره به نام شرکت کامیاب میگن که وا ماشین های انسینریشن دارن در شهر کابل که میرن از تمام شفاخانه یا جمع‌آوری میکنن و به اوجا برده میشه و این حرک سازی میشه، بعد اون مواد که باقی میمانه ای باز دفن سازی میشه. البته چون یک تعداد زیاد خوب است، یک 1% هست که با این شرکت قرارداد دارن، البته طبق ما پروتکلی که بین وزارت صحت عامه و شفاخانه و کلینیک های شخصی هست، یک تعداد قانون یا اصل مراد میکنن، ولی یک تعدادشان هستن که همچون مشکلات یا ایجاد میکنن. عواقب بعدی که داره، البته ما و شما در شهر کابل مردمی که هست یک اندازه مردم فقیر نشین هست و کسایی هستن که از این کثافات به حساب زندگی خود را به پیش میبرند. همه ما و شما شاهد هستیم در شهر کابل تعداد
بچه های نوجوان های جوان های هستن که میرن از بین کثافات و مواد که قرار به حساب بازیافت میشه همه از رو جمع‌آوری میکنن و میبرن ایره به فروش میرسنن. البته در مساحات که زباله های کلینیکی یا مدیکل ویست آورده میشه در اوجه واقعا صحت اینمی مردم که بالاخره در اخیر روز یا شهرونده اینمی کابل هستن و شهرونده افغانستان هستن یا خط صحتشان به خطر مواجه میشه و در کل یک ضربه به نظام و به دولت است، چون یا مجبور هستن که پس دوباره رجوع کنن برن به شفاخانه های دولتی یا شخصی مجبور یک مقدار پول مصرف بکنن تا یکی پس تداوی شوند. در طبابت هم یک مقوله هست که میگن وقایه بهتر است از تداوی کرده، یعنی بهتر است که ما باید به می کارهایی که میشه همچه تخلفهایی که صورت میگیره باید شفاخانه های محترم، چون کسایی هستند در شفاخانه ها و در کلینیک ها که مردم های تحصیل کرده و بهترین نخبه های افغانستان هستند از نگاه حساب در سی وی ها دیگه نباید از یا تقاضا امید نمیره که به حساب همچه یک تخلف بد را انجام بدن. تشکر میکنیم رئیس صاحب. رئیس صاحب یک موضوعی که مطرح میشه چون عوام به طرف گرم شدن میره و میبینیم که متاسفانه زباله ها و شکل در فضای باز قرار داده میشن و با وجودی که زبالدانی های هم وجود داره اونا هم بالایشان باز است، یعنی به فضای باز در ارتباط هستن که خود در ارتباط بودن زبالجات با فضای باز میتونه مشکلات و پروبلم های جدی صحی را متوجه هموطنان ما بسازن. به طور مثال میتونه انتانات ریوی مانند ویروس های طرق تنفسی علوی، توبرکلوز و بالاخره انفلونزا را از طریق ذرات هوا انشاق بکنن و با این مشکل هموطنان عزیز ما دچار شون و یا اینکه پارازیت های مختلفی که در میتونه از طریق کثافات بالاخره به یک شکلی از طریق باد و شمال به منازل انتقال بکنه و باعث بیماری های مختلف شوه و به می شکل انتانات جلدی که یکی از انتاناتی که بسیار میتونه از طریق کثافات در فضای باز به آسانی انتقال کنه انچکس یا سیازخم است که میتونه هموطنان ما را به مشکلات مصاب سازه. به می شکل انتانات دیگه مثل کاندیدا است که کسایی که اطفال هستن و خانم های عامله و همچنان کسایی که سیستم معافیت ضعیفتر دارن اینا را میتونه به آسانی مصاب بسازه و به می شکل هزاران مشکل دیگه یکی از موضوعات دیگه را که شما یادآور شدین که در قسمت کسانی که با از کثافات یعنی امرار حیات میکنن و باز بدن زباله ها را جمع میکنن فلزا امی اشیا را میبرن میفروشن و از او امرار حیات میکنن از پولش. البته اینا میتونن به امراض بسیار کشنده حتی مانند HIV و هپاتایتیس که میتونه در امی سرنجا و سامانالات تیبی یا حتی پلریش اینا که به مو زباله ها دور ریخته میشه میتونه با یک جرحه بسیار کوچک در بدن از یا امو ویروس ها داخل شوه و مشکلات بسیار عمده و پرابلم های کشنده را در نزد اینا به وجود بیاره. شاروالی کابل برای مدیریت کثافات هایی که در فضای باز است چی پروگرام هایی را داره؟ آیا کثافات دانی های هم وجود داره که یا در پلان شاروالی کابل است که به شکل کاملا بسته باشه و با فضای باز از تماس کثافات با فضای باز تا حد جلوگیری کرده بتانه؟ نقاط بسیار خوب اشاره کردین، معلومات بسیار خوب بود البته به همشهری های ما. ما در شهر کابل تقریبا 1676 نقاط زبالدانی باز نقاط زبالدانی داریم که اونجا مردم میان کثافات خود تخلیه میکنن. از این جمله 660 نقاط از این اصلا کثافات دانی وجود نداره و فعلا زبالدانی هایی که در گذشته به حساب خریداری شده و همون تاسیسات موجوده ما تمامش سرباز است. متاسفانه که البته یک مشکل صحی را طبعا ایجاد میکنه و شفاخانه ما فکر کنم مقام بهتر و دکترها مردم های مسلکی مثل شما میتونن که نظریات خوب تر دی بخش داشته باشن، ولی در سالهایی که به حساب از یک سال به این طرف برنامه‌ای را که ما روی دست گرفتیم زبالدانی های را فرمایش دادیم 2000 پای زبالدانی هست که همه از این سربسته است. به طور نمونه اولین زبالدانی که ما آوردیم در شهر کابل تقریبا جابجا کردیم، یکیش نزدیک پنتون چراغ است، نزدیک محوطه شما هست که روبری سلیم کاروان اگر برآمدین اونجا دیدن میتونن که از دو جناب باز میشه که اونجا کثافات مندازن و وقتی که انتقال داده میشه سر ازی بسته میشه و اصلا نه گرد ازی میریزه نه خاک میریزه و مستقیم برده میشه و مسایه که تخلیه میشه و ازی جنس تقریبا 2000 پایه هست و همچنان وسایتی را که ما فرمایش دادیم وسایت البته جدید ما هست 60 اراده یا وسایت بسیار معیاری هست
وسایتی هست که مکثفات پرس میکنه و اصلا به فضای باز سرش باز نیست، یعنی بدون از اینکه کدام مشکل به محیط وارد بکنه یا راحت انتقالات خود میکنن. ولی ما نمیتونیم یک دم بتانیم که تمام از کثافات دنیا که سرش باز است ما از شهر جمعوری بکنیم، به همون مدیریت کثافات یک اندازه سختتر میشه، ولی تدریجی ما به طرف معیاری شدن روان هستیم. انشاءالله که برنامه به می هست که در آینده هم ما هر زباله‌دانی یا هر فرمایشاتی که میتیم مسائل محیط زیستی را 100% در اولویت قرار داده تصمیم گرفته میشه. باقایش تشکر دکتر صاحب، سلامت باشید. البته بیندایز میریم به یک وقفه کوتاه و بعد از وقفه زود برمیگردیم. Thank you.